بچه سلام، چطورید؟ خوش اومدید ویدیو جدید و اینکه پشمام پچ جدید اومد و و آیتم های پشم ریزونتر و هیرو ها اصلا دستکاری شدن. از اینجا قسمت لرن میرید این تو آپدیت رو بزنید، نکنید چهار تا سربرگ داره، نه سربرگ به اینا میگن چی میگن، میزنید و این گزینه ها رو میبینید. ببین یه پچ دادن انقدر طولانیه که پشماتو میریزه، بس پچ معمولا این شکلی، ولی پچ ساپورت هاست. این پچ آیتم های ساپورت رو خیلی خوب کرده. من که ندیدم خیلی پچ درست حسابی، ولی یه سری کلیاتش رو دیدم. سامان دیده، پچ بیشتر برای آپدیت. ببین این قسمت رو من نخوندم، ولی این قسمت خیلی چیز مهمیه و نمیتونم ویدیو جدا واسش درست کنم. پس اگه چیز پش ریزونی از این قسمت شما میبینید توی این جنرال چنجش، توی کامنت ها بگید. هر کی که اوکی گفته باشه من همه رو یا پین میکنم یا لایک میکنم که بیاد بالا تو کامنت ها اونجا رو بخونید. و حالا من راجع به آیتما میخوام تو اینجا حرف بزنم. یه ویدیو، این ویدیو که دارید میبینید واسه آیتما، یه ویدیو دیگه میخوام بذاریم واسه هیروها. و اینکه دارید میبینید هیروها چشام انقدر میسوزه بچه‌ها توی خونه. آیتم جدید اضافه شده، ولی فقط آیتم جدید توی نشال آیتم ناتوره و بقیه چیزا عوض شدن، حالا دستکاری شدن. مثلا اگه بلید میل دیوریشنش شده مثلا به جای 4 و نیم شده 5 و نیم، به جای که 4 و نیم ثانیه باشه 5 و نیم ثانیه شده. آواتار مانا میخواد، آواتار نه نجس میشه، بلکینگ بار منظورم بود، آواتار واسه 10 سال پیش بود. BKB واقعا خیلی عجیبه، یعنی این ته شته. اتفاقا چند وقت پیش من تو ذهنم بود، گفتم حاجی اگه BKB مثلا ما را میخواست ما بیچاره بودیم. نمیدونم به کی گفتم، چون خیلی وقتا چه میدونم مانات خالی میشه، مانو نداری میشه. فقط میخوای فرار کنی اصلا یه BKB میزنی میکشیشو، یا یه BKB میکنی تیپی میکنی. الان BKB تیپی شده 125 تا مانا خودش. بعد فکر کن تو مثلا بی کی بی بعد بکنی که مثلا چی نخوری، ولی الان پرج که بکنی یعنی دیگه بین میری زیر پرج. دقیقا کجا بود اون صفحه سگ دیفیژوال بلید. اخ اینا چی شده؟ پرج از فرست ان اپلای. وای ایولو سایکلون. نگاه کن. آره سایکلون اول پرجت میکنه بعد ایولت میکنه. برای مثال یه هیروی بگید که لبری داشته باشه که آها دیسرابتر کو دیسرابتر میشه سرچ کرد. انمی رفرش دو بگیر، دو بزن، نشد خوشبخشانه. نه میخواستم این کار میکنه رو اون قبلیه که نشد، ولی خب این پرجه خوبه و روی یارم میگیره مثل که اون چیزی که نوشته. آره نه و چی بود؟ نه نه اصلا روی یار ننوشته، من اشتباه دیدم. آخ آخ چشم اینقدر بچه ها میسوزه. ببین این چیزا خیلی چیز معمولی، یعنی بخونید خیلی ایزی میفهمید. یعنی مثلا ناکن یا اضافه شده یا کم شده، یا دیوریشن اضافه میشه یا دمیج اضافه میشه. خیلی چیزای عجیب غریبی نیست، یعنی چیزایی که میتونید ببینید یا کولدانش مثلا کم میشه. ولی بریم سراغ آیتم هایی که فاکینگ جدید اومده، اینا مهم هست. وگرنه اون آیتما رو که هر پچ میدادن، هر پچ میان اینا رو دستکاری میکنن، چه میدونم این 14 رو میکنن 12 15 رو میکنه 12. حالا چیزایی که من بگم، آیتمای لایف استیل همشون لایف استیلاشون بیشتر شده، آورا خب همه تایمش بیشتر شده. آیتمای پچ یعنی ساپورت ها مثل گیلیمر فورس تایمشون کمتر شده، کاست رنجاشون بیشتر شده. یعنی حواستون باشه بچه های ساپورت، اصلا میگم پچ ساپورته، پچ ساپورت کلا آیتما واسه ساپورت. خب و اون یه بحثی دیگه هم که هست برای لول اپ، حالا توی جنرال آپدیت ها من یک توضیح کلی اصلی ترینش اینه که برای اینکه لول اپ بشی چه بیشتری میخوای، بیشتری میخوای. آره نوشته که مثلا 230 شده 240 370. آره برای این باعث میشه مثلا کره دیگه یه دفعه نشه لول سی ساپورت بیچاره لول 10 مونده باشه. این به درد ساپورت ها میخوره، یعنی مثلا ساپورت پایین داره لول اپ میشه، ولی تو برای اینکه بخوای ماکسیمم بشی طول میکشه تا خیلی هم طول میکشه. نگاه 7500 آره، شده 8000، یعنی 500، یعنی از دو تا لول اول بازی زیاد شده. آره دیگه که آخه یه بحثی هم بود، یه دفعه میدیدی یه هیروی خیلی سری چیز میگرفت، ایکس بی میگرفت، بعد دیگه میافتاد تو مپ و جر میداد ساپورت ها رو. خب الان میگم ساپورت ها نقش بیشتری میتونن توی
بازی داشته باشن، زودم حذف نمیشن دیگه. ریموف اسم کردن با آیتما لین. اینو من نهیده بودم، ریموف اسمال کپ نیر مید لین، یعنی اسمال کپی که نزدیک وسط رو از بین بردن. تو نقشه تست نکردم چون من چیزایی که تست کردم توی من دارم چیز بود، نگاه کن. وای بچه دیگه اسمال کپ نداریم، گند زدن تو مید. من دایرکتر چک کردم صبح پشدم، گفتن اون ویدیوهایی که واسه رنک اپ گاردین گذاشتی الان هم فیل شد با این وضعیت. چقدر عجیب بچه، من دوتاشو گفتم بقیه هاش اونایی که چیز خفنی هن شما بگید. بریم سراغ فاکینگ آیتم های جدید. من چجوری هم بیام بیرون؟ پینگ رو نگاه کنید، فکر کنم پینگ هم اوکی کرد چون پینگ هم هفته تو بازه، حتی شاید تو واچ هم اینجوری بود، نمیدونم. آی چشم میسوزه، نمیدونم چرا. بعد فاکینگ آیتم هایی که اضافه شده، سامان آیتم های معمولی هم اضافه شده، همش نشرال آیتم. نه فقط آیتم های نشراله. اول که سه تا آیتم هست شده از تایر یک، اون کینوپتیک و اوشن هرز که تو خیلی دوستش داشتی و عشقت بود همیشه تو مید، اون هست شده. چیپست وست همون ریترنر هم، یعنی بلید میل تایر یک همون هم هست کردن، نازرم هست کردن، سه تا اضافه کردن. این اولیه خیلی باگه و مناسب ساپورت های 100 تا هلف نمون میده که اوکی اصلا اونش اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست. این اصلا میده ساپورت سگ، این دوستان میاد اینجا یه دونه میذاره رو زمین، یه ریدیوس چقدره؟ ریدیوس 350 تا، یعنی 350 تایی که اینجا دارید میبینید ریدیوس میشه شعاع. آره شعاع میشه، شعاعی که اینجا میبینید بهتون اچ پی ریجن سگی میده، یعنی 80 خیلیه برای تایر 1. اچ پی نیاکو 2 4 میزنی میشه 10 و 4، یعنی وای خیلی زیاده. و اینکه یکی دیگه هم آیتم داری، یه سلو قشنگ، یعنی هی فکر کن یه سلو داری هر 40 ثانیه یه سلو رو خودت میندازی. چله گولدانش، گولدانش زیاده ولی خب دیوریشنش بالاه، خیلی زیاده. بعد فکر کن تو مثلا تو فایتی یا برای یونیت پوش بدی خیلی خوبه، چون رو یونیت هم میگیره دیگه، اینجوری نیست که فقط برای هیرو باشه. اوه. تو میندازی تو لاین تو، حالا یونیت پوش، آره یونیت ها میگیره 14 ثانیه فکر کن تو لاین داری، کنار تاور میندازی رو یونیت قشنگ... خیلی باگه. حالا یه باگ تر هم داریم، بذار بریم چلو. این آیتم بعدی اسلو میکنه، چیکار میکنه؟ آره وقتی از پشت اتک میدی مثل ریکی بود که از پشت بیشتر دمیج میخوره، اینم از پشت اسلو میکنه اتک بدی، مثلا به درد هیروی مثل اورسا میخوره پشت سری یارو میفتی یا کریا که میخوام بزنن از جلو نمیده، از پشت میده، بعد دمیج هم میده 15 تا. آره 15 تا بیشتر دمیج میده. آره 15 تا بیشتر میده، یه ثانیه هم اسلو میکنه، ولی خب بازم اون یه ثانیه خیلی تاثیرگذاره و توی رنج ها کمتر. اول گیم توی میلیارد، اول گیم 12% توی رنج 6%. بریم واسه آیتم بعدی، یکی دیگه هم اضافه شده تایر 3 که این خیلی خوب بود، اینو من واقعا بودم، این من اینو دیدم، بذار تو نشونشون بدم. نگاه کن مثلا انمی اینجا میاد 5 تا اتریبیوت بهتون میده، هر اتکی که بخورید بهتون نیم تا مانا ریجن میده و به سک آخرش هم 5. نگاه کن چون نمیره این. حالا باگش میدونی چیه؟ باگش اینه که حتی یونیت هم اتکت بده هست، فقط هیرو نیست. تو فکر کن وایستادی داری لاین میزنی با اچ پی ریجن 8. چقدر میشه؟ 2.5 تا مثلا بهت میده. نگاه کن الان من 1.6 فکر کن عکس اینو برداره وایسه که اتکش میدن 5 تا 2.5 هم چیز داره، مانا رج داره دیگه. جرم دادید 4.1 مانا رج و دیوریشن چقدره؟ 10 ثانیه تایمشه، 10 ثانیه برای هر شارژ 10 ثانیه است. خیلی این آیتم های خوبی هن، چه برای کریا چه ساپورت ها، ولی خب آره تایر یک ها خیلی قوی تر بود، ولی خب دیگه اون زیادی باگ بود ورش داشتن. آره دیگه تو فکر کن مید که بازی میکردی برمیداشتی اصلا دیگه، نه مشکل مانا نه اچ پی هیچی. تایر دو چی ها رفته؟ وای میسادی تایر دو چیز آیتم حذف نشده فکر کنم از تایر آه چرا اسنس رینگ حذف شد.
کدوم اون یارو که میزدی مکسش آره. میداد اونم خوب بود ولی خب آره اون هست شد اون کویک سیلور امیولت بود تو خیلی دوست داشتی همیشه هم میگرفتیش وای اتک پروژکت چیه اونو میداد اون آره، عالی بود آره. خب یا آیتم اون گرینیده بود مینداختی بهشون یعنی ویژن میداد و 20 تا موومنت اسپید داشت آها اون شت بود بنفشه آره اونو خیلی نمیدونم هیچکی بر نمی داشت آره موومنت اسپید فقط داشت خوب بود آره خوب. اونو اوتیز کردن اونو حذف کردن و سه تا آیتم جدید اضافه شده دیگه یکی از آیتما چی بود اسمش دگر اف ریستو آره. یه چیز توی مایاس اسمش اون اونم آیتم خوبیه 10 تا اتک اسپید بهت میده بعد ولی تو فکر کن 100 تا از اچ پیت میگیره حالا حالت سورینگ توره ولی 40 تا بهت دمیج میده 40 تا خیلی زیاده وای 40 تا دمیج میده حالا 40 تا دمیج به مدت 10 ثانیه بود فکر 8 ثانیه 8 ثانیه به 40 تا دمیج میده خیلیه یعنی خیلیه یه دزویه برای خودش ببین الان اینجا نگاه کن سب کن ببین دزو 50 تا دمیج میده این بنده خدا رو من خود لیول اپ کنم یه چی بهتون نشون بدم کرکوپرتون بریزه که نگاه کن وقتی اینو میزنه ببین داره چطوری میزنه 40 تا دمیج خیلیه دیسراپتر لول 15 بود اسف لول 3 یعنی حتی کسپید که خودش میده شما یه ماسک بیارید وقتی که این اچ پی خالی میشه یه دو تا آره صد تا چیزی میشه. نیست اصلا 100 تا چیزی نیست ولی 40 تا دمیج چیزیه مثلا نگاه کن الان ببین الان دزو فکر کن 200 تقریبا 50 تا میده میل استورم 24 تا دمیج میده یه دونه دمون اج دقیقاً آره یه دمون اج که اینجا میگیریم یه دونه اون یعنی 2400 تا چیز دیگه وحشتناک ببین بعدی چیه بعدی اون آیتم است که مثل جایروکوپتر چیز میزنی اسپشیالیست اری برای رنج هم استفاده میشه بچه های چیز نمیتونم چجوری میزنی خود رو نخور بعد نزدیک باشن آها نه بعد کستش کنی فکر کنم نه کستی نیست داره. با کولدان داره کولدان داره دو تایی میزنه ولی خیلی رنجش کمه ولی بازم بد نیست بعد مودیفایر و اینا هم روش تاثیر نداره یعنی کریت و چین و اینا بزنین تاثیر نداره اون فقط از اتک اصلیتون چیزه بعد نیست بازی نه من به این اتک دادم ولی به اونی که نزدیکتره میخوره اول ناکو من به این میزنم ولی اول به این میخوره چه عجیب ناکو این ظالب بود آیتم بعدیش آی آفته ویز ویزی اون یه ذره چرته چرت نمیشه آقا ببین کست رنج بهت میده 125 تا ولی 20 درصد مکس ماناتو که کم میکنه یعنی تو فکر کن مثلا پوج بیچاره چقدر مگه مانا داره 20 درصد خیلیه یعنی اسف لول 4 الان شده 290 تا مانا داره آه. چجوری هست اصلا استفاده به نظرت میشه این با چه هیروی استفاده ممکنه میشه؟ آخه هیروی نیست که مانا نخواد بعد کست رنج بخواد دقیقا اینو بعد 20 درصد خیلی اینو باید عوضش کنی مثلا 10 درصد باز مثلا میشه چیز کنی نه اصلا شاید بکنه مثلا 100 تا مانا عدد بگه درصدی وقتی رو مکس مانا کار میکنی یک پنجمش میره دیگه خیلی بده بیم رو تایر 3 تایر 3 اضافه شده چیزی آه این یه دونه اومده توی چیزا بود تو مپای آرکیدی که ما بازی آره مپای آرکید فکر کنم تو خود دوتا هم بود اوائل که نچول آیتم آره، اومده بود اولین پچی که اومد این هم باش اومد بعد سری برش داشتن ولی آره. تو مپای آرکید موندش همچین چیزی این چیکار میکنه این همونه دوتا جامپ میزنه اسلو میکنه استان نمیکنه ها مالا چیز استان میکرد قبلا الان اسلو میکنه دوتا جامپ میزنه بعد اینجوری هم نیست که جهت کست کنی تو هر جهتی باشی آره. همون جهت رو میری یه دفعه دمیج هم میزنه برای آره یه دمیج هم میده برای فرار مثلا بیشتر استفاده میشه یا به درد تانکی که میخواد یه دفعه وسط فایت بیاد 12 تا استرنج میده آره استرنج هم 12 تا میده ولی تایر 3 و دست نزدن همین بودم تایر 3 نه دیگه همین هست خیلی تغییرات چیزی نداشته چی رو برداشتن؟ اوکی. اسپایدر لگ حذف شده با پالادین سورت چی باشید؟ اسپایدر لگ حذف شده با لیولر توی آیتم های لیول بالا لیولر که تایر 4 اون اسپایدر لگ تایر 3 اسپایدر لگ مال 3 بود آره
اینجا چی اضافه شده؟ این نبود نه؟ اینو دوباره اضافه کردن. این آور این هاوک کمر بود، دمیج و استرنج میداد دیگه، بر اساس استرنجتون میومد یه دمیجی رو میداد بر مبنای اون و پرت میکرد بیرون، دیزار من میکرد فکر کنم. آره فکر کنم دیزار من بکنه. نوک بک آنه 50% اسلو میکنه. آره آره اسلو. این میدونی با چی باگه؟ اینو فکر کنم الان تو یه دونه عکس داری که میای اینجا دگرش هم اینجوری میاری، یه دونه همینا میبندی مثلا چه میدونی پاور ترید این شکلی هم میاری، یه دونه اینم میگیری میای اینجا لبلش رو مکس کنی میپره این وسط. آب خور خیلی بد میزنه چون نسبت به استرنج اینجور هیروها افتضاح میزنن. آره هیروهای مثل سنتاور اینا که یا پوچ که چیاشون میره بالا استرنجاشون میره بالا خیلی میتونن. خیلی باگه. آره تایر پنج چی؟ چار تایر پنج چار که چیزی تغییر نکرده، فقط این هاووکه اومده، ولی تایر پنج دوتا از آیتما رو ضعیف کردن. اون اکس ماچینا بود میزدی کل چیات ریسیت میشد آیتمات. ای با چی؟ اکس ماشینا بود میزدی 20 آرمور بهت میداد با تمام آیتمات رفرش میشد، الان بس 350 تا مانا بدی. 350 تا مانا خیلیه. یه اولتیه خیلیه. آره یه اولتی. بعد اون یکی هم کول داون میرور شیلده بود مثل لینکن عمل میکرد. میرور شیلد کدومه با من این آیتم اصلا اینقدر نمیرسیم به اینجا این رو خب فهمیدن. کولان شکا کردن 8 ثانیه 8 شده 12. خیلی باگ بود دیگه، تو فکر کن هر 8 ثانیه لولا چیز میشد نمیخورد. لینکن نبود این لوتوس بود، مثل لوتوس بود تقریبا. لینکن و لوتوس با هم بود چون خود لینکن میخوری ولی به اون میخوره. ولی میدونی بدترین چیز چی الان چیزی که به فنا رفته اینه که آقانیم شارت هست، میگم آقانیم شارت رفرشر شارت بود مینداخت. قبلا رایگان بود دیگه، این رفرشر شاردی که مینداخت برای چیز روشان مینداخت. خب الان همینجوری میزدیش رفرش میکرد، الان 200 تا مانا میخواد. او شارد که دیگه ور نداری همینجوری چیز کنی. آره این خیلی سم بود. آره تو فکر کن یه دفعه مثلا برای خود رفرشر همون رفرشر اوربی هم که میبندیم 50 تا مانا بیشتر میخواد. قبلا 300 تا مانا برای رفرش میخواست، الان 350 تا. میس چانس رادیانس هم رفته بالا. آره میس چانس زیاد شده. بعد اون یه چی هم بود شادو امیولت مینداختی همینجوری میموندی، اگه تا تکون نمیخوردی از رو چیز نمیشد دیگه، الان اون شده 15 ثانیه. یعنی 15 ثانیه بگذره دیگه اون افکت رود نیست. او این خیلی خوبه، این واسه کسایی که افکی میکردن یه گوشه وای میستادن. آره. این خیلی خوب شد این حرکت رو زدن چون تو آخر بازی ها رو همینجا میموند و ایشکی هم مثلا اونجا رو نمیدید دیگه. آره آره ولی الان در میاد. میدونی چی خوبه به نظرم و این رو اضافه کنن که مثلا وقتی یه نفر یه جا AFK میشه و ویل میکنه قضیه رو، مثلا بعد از 20 ثانیه 30 ثانیه مثلا یه دقیقه تو مپ نشونش بدن یارو رو. آره اینم خیلی باگ نکنه یارو اینجا این ویز بشه، اصلا از این ویز هم در بیاد بالاخره یکی میبینتش. خب مثلا حالا آره، ولی بعد مثلا یه دقیقه یه چیز دیگه هم بگو. یه چیز دیگه هم هست هند آف میداس هم اگر تایمی که تایر اومده باشه بزنی بهت نچرال آیتم میده اگر در نیاورده باشی. این میدونی برای کی خوبه؟ زمانی هست به فنا رفتی نمیتونی دف بدی، یعنی وایسادی همه دارن دف میدن، میری سوسکی یه میداس میزنی روی یونیت. ببین تو فکر کنم مثلا تایم چیه نرسیدی بری نشرال آیتم هایی مثلا تایر 3 یا 4 رو در بیاری. چیز قبلی رو میده یارو، قبلی رو میده مثلا تایر 4 اومده تایر 3 رو اینجوری میده. حالا نه نوشته مال کدوم تایر، میگه که اگر استفاده کنی میداس حتما به نشرال کریپ چیز میده، نشرال آیتم میده. ببین تو فکر کن مثلا 4 تا نشرال آیتم در اومده از اون تایر، خب پنجمی در نیومده، اگر میداس استفاده کنی پنجمی همون لحظه که میداس میزنی برات میوفته. 100 درصد میده نوشته اینجا تین نشرال آیتم دراپ if any is available. خب دیگه چی؟ دیگه چیزی که بخوام بگم گفتم گیلیمر و فورس و اینا رو تغییر کردن.
آره فکرم گفتیم، چون مثلا ماجیک رسیستنس گلیمر خیلی بهتر شده، 5% بیشتر شده، کست رنجش بیشتر شده، فیت تایمش 0.1 ثانیه کمتر شده. آها پایپ اون آورایی که میداد ماجیک رسیستی 12 بود، الان شده 15. چشام داره من در میاد. خب ویچ پلید هم ضعیف کردن، پاکو اینا میبستن آیتم هر حالا هر هیروی سایلنسر. این خیلی آره. گوه بود دیگه، خیلی گوه بود، میزد بهت نصف اچپیت میرفت. چیشو ضعیف کردن؟ حالا حتی الان حالا تاثیراتش ضعیف نشده، ولی اینتلی که به چیز میده رو ضعیف کرده، دو تا اینتلشو کم کرده. آه اینتل دو تا کم. آره ولی باز آره خب باز آره. ببین اینجا یه دونه و دو تا عدد خیلی تاثیر داره، شاید مثلا بگید آره. یه دونه کم شده، دو تا کم شده، ولی خیلی تاثیر داره. روند بازی خیلی تاثیر داره. آره یه سری جا مثلا رو چانس تو زنده می‌مونی، یه سری تایم‌ها مثلا فکر می‌کنی چانس و فلان، ولی اون یه دونه عدده، یه دونه اینتل، یه دونه استرنج، یه دونه اگیله آره. اصلا اومده نجات داده، چانس نیستش خیلی وقتا، چون دو تا بازی محاسبات دیگه. آره مثلا همه چیش رو محاسبات. محاسبه رو می‌خوای ببینی بیا اینجا این فرمول رو نگاه کن. آها فرمولا رو دیدی؟ این فرمول رو نگاه کن، پشمات می‌ریزه. خلاصه همین دیگه. این واسه آها نه یه چیزی هم که خیلی به فنا رفته دراگون، یادم رفت اینو بگم، دراگون لنس. دراگون لنس کلا عوض شده نحوه خریدش. قبلا شما میومدین یه دونه چیز می‌گرفتین، اوگرکس میگرفتیم با دوتا اگلیتیه بند آف الیون اسکی، الان شده نه یه دونه بلید آف اکریلیتی میگیری با بلت آف استرنج و دراغون، یعنی رو ریسایپ دراغون لنس رسپی آن رسپی. ولی ریدن توش خیلی ساده. خب قبلا میمونن چیکار میکردن، میگرفت مثلا کری میگرفتش، بعد دیسمبلش میکرد، میکردش بی کی بی. نه اصلا کاری اون ندارم، اگه این حرکت ها میزدم بعد دیگه الان اصلا دیگه چم نمیشدی، که مثلا تو میامد اینجوری اشپیت پر میکرد، استرنجت زیاد میکردی با این حرکت ها، چه میدونم حالا اگیل رو میگرفتی، ولی الان بیشتر اگیله رو داری میگیری تا استرنجی که من میگرفتی. دقیقا مشکل الان همینه دیگه، ولی وقتی که میگم چیزم نمیشه، جدا هم نمیشه، ولی وقتی کاملش کنی 10 تا اگیل میگیری با 6 تا استرنج، بعد کاملش که بکنه میشه 15 تا اگیل 12 تا استنجری 3 تا کم میاری، ولی خب بازم خرابه دیگه، ولی اوکیه نسبتا، ولی نه مثل قبل. آره ولی میگم مثلا اون حرکت رو چی کردن دیگه، بلادستون هم یه ذره اومدن چیشو بیشتر کردن، کمتر گولد میخواد، فالکون بلید هم دمیجش بیشتر شد، دوتا چیزایی که چقدر کم شده؟ یکی رسپیشو کم کرد 900-700 شده. نه دیگه همین آره نه. نه اونا تغییری نکرده. آها مکانز هم کول داونش از 65 اومده 15، یعنی 15 ثانیه مکانز کم شده برای هیروهای مثل چند و ساپورت هایی که اینجوری سنگین اچ پی ریجن و اینا میارن، مثلا دزل و اینا، خیلی خوبه مکانز. قبلا کسی مکانز کسی نمیبره، 15 ثانیه خیلی زیاده. 15 رو هستم. بعد یه کاری کردن که بیاره دیگه آقا، رسپیشو 900 بده کنه 800 دیگه، دوباره زر نیارید بیارید ساپورت. آره بیا ساپورت های عزیز، ساپورت های گدا دیگه. اون چیه که بودو گفتم تا جایی که حالا در جریان بودم، اگه جایی نگفتی تو کامنت ها بگید، حالا ما آره تو کامنت ها بگید، بعد یه دو هم برای هیرو ها میگیریم دیگه، الان برای هیرو ها ببینیم چیه. یه آب بزنیم به صورت همون، تو برو غذا بخور، بعد میایم واسه هیرو بگیریم، داریم جون میدیم اینجا. مرسی که ویدیو تو داشتید، بسم کلتون، خدافیز.